این کشور شدن، چقدر دعا کردن، برای اقامت چقدر رنج و زحمت کشیدن، ولی وقتی یک سال گذشت گویا هیچی. همش میگن آمریکا آمریکاره، ما رو بدبخت کرده، همش باید تکس بدیم، کار میکنیم و و و و و. دهان ناشکری و شکایت به قور میاد و این نیز باعث رنج اون انسان خواهد شد. لئوناردو داوینچی میگه انسان ها هرچه حساس‌تر باشند رنج آنها نیز بیشتر خواهد بود. هر چقدر من به موضوعاتی که تصور میکنم که توی زندگیم باعث سختی شده، اون سختی رنج نیست. همه موضوعات میتونه سخت باشه ولی رنج نیستش. اون رو مثل یک رنج و عذاب ببینم، مسلم ما در جایگاه بدی هستیم. و یک اندیشمند دیگه اعلام میکنه هیچ منظره غم‌انگیزتر از دیدن یک جوان بدبین نیست. شخصی که به همه موضوعات بدبین هستش، حتی به کلیسا. کلیسا رو یه جور دیگه میبینه. کلیسا که امیدی هستش که خداوند برای نجات جانها گذاشته، کلیسا رو برای اقامت سوء تفاهم نشه، برای دریافت موضوعات رفع مشکلاتش توی زمینی میبینه، برای اینکه بتونه جایگاهی باشه، غرور خودش رو اینجا، اون غروری که در گذشته نتوانسته به این مرزی برسونه، از اون استفاده بکنه. فکر میکنه اینجا یک جایگاه پرتگاهی هست، پرتابی هستش که خودش رو معرفی کنه. و اگر این گونه باشه بازم نیز رنج هستش، بازم نیز متاسفانه در موقعیتی خودش رو قرار داده که نمیتونه موقعیت درستی باشه. اما بریم با هم دیگه نگاهی داشته باشیم به سه جلسه قبل در رابطه از پرسجو تا جستجو. میتونیم داشته باشیم تو تابلو. همان گونه که از کتاب ایوب گفتیم، مثل که ما این برا نداریم، حلش بدم آقا که میخوام، آقا اشکال نداره. من در جزوه های قبل همین ریتمی که شما دارید رو داشتیم، اما صحبت از ضعف میکنه که چرا ضعیف هستم و چگونه قوی شوم، چرا غمگین هستم و چگونه شاد شوم، و چرا اسیر هستم و چگونه رهایی یابم. و در این رابطه از کلام خداوند نیز استفاده کردیم نسبت به رفع تمام اون سه موردی که متاسفانه در از تولز و وسیله رنج انسان شده روی زمین و اجازه نمیده که انسان به اون اقتدار و اون سلامتی و اون آرامشی که خدا در نظر داشت رو برسه و خودش رو مدام و خدای خودش رو مرسی و دیگران رو نیز محکوم میکنه. سه مورد: چون دیروز امروز و فردا رو در ضعف دیدم، چگونه قوی شوم، جستجو کنم قوت حقیقی را و پیروی کنم خداوند قوت را. چرا غمگین هستم؟ چون دیروز و امروز و فردا را در غم دیدم، چگونه شاد شوم، جستجو کنم شادی حقیقی را و پیروی کنم خداوند شادی را. دو تا موضوع مهم هست. کلام خداوند به ما دانش رو میده نسبت به اون نیاز و اون سوالی که میکنیم، اما اطلاعات رو خودت باید به دست بیاری که کجا هستی، تو کی هستی، کجا زندگی میکنی، آسیبی که خوردی از چه زمانی بوده، از دوران کودکی یا در طول حیات و زندگیت، مشکلاتی که برای تو پیش اومده و باعث ضعف تو شده، باعث غم تو شده و باعث شده که تو خودت رو اسیر ببینی، حالا اسیر به مواد مخدر شده، نمیدونم اسیر ترسا هستی، نمیدونم. اما این اطلاعات رو باید داشته باشی تا همون رو نزد خدا ببری برای اینکه خوب تراپی بشی. همان گونه که ما پیش یه پزشک وقتی که میریم، بیخوده نمیگیم که ما فقط بدنمون درد میکنه، حتما پزشک از ما میپرسه کجای بدن درد میکنه، چی خوردی، و اون نیز تو اطلاعاتی میخواد. من باید بدونم کجا آسیب خوردم و وقتی که میدونم کجا آسیب خوردم، اون زمان هستش که بهتر میتونم خودم رو درمان کنم. این گونه است. چرا ما میگیم مسیحیت مذهب نیستش که ما فکر کنیم تا دیروز برفرض من که از بکران اسلام هستم مسلمان بودم، الله خدای من بود، امروز حالا اومدم عیسی مسیح خداوند من هست، یهوه خدای من هستش و به همین اکتفا کنم، گویا که از این صندلی بلند شدم روی صندلی دیگه نشستم. باید بدانم
که چرا دیروز من نتوانستم در اون آرامش و شادی باشم و امروز من این شادی و آرامش رو میتوانم داشته باشم. عزیزانی که بر اولین بار که میان کلیسا، گذشته از کلاسایی که برادر از اون اکبر جان تدریس میکنن، من دو جلسه با اینها دارم از پیدایش تا قیام عیسی مسیح، که در انتها من خودم از اینها سوال میکنم آیا بعد از عیسی مسیح میتواند پیغمبری دیگری باشد یا نه. خودشون جواب میدن، من جواب نمیدم، و به درستی همه اونها خوب جواب میدن که بعد از این چه اتفاقی میفته. وقتی که ما بدانیم سوال زندگیمون رو از چه کسی میکنیم، مسلماً آنجا هستش که بیهودم نه تهمت به خود و نه به دیگران خواهیم زد. شخص دیگه این میگه خداوند تو میدانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است، چه رنجی میکشد آن کس که انسان است و از احساس سرشار است. گویا که خدایی که انسان را آفریده هیچ آگاهی نسبت به این انسان نداره و این انسان را همین گونه درست کرده و گفته برو دنبال کار خودت، غافل از این که خداوند در باغ عدن موقعیتی رو درست کرد این انسانی که باید تعلیم میگرفت تا بتونه در تعلیمات درست اون رشد رو نمود کنه، تا به شباهت شما بگید به شباهت خودش. چون توی باغ عدن تنها جایی بود که انسان قرنطینه هر ویروسی میتونست بشه و روح مقدس خدا، روح القدس در او بود و به توسط روح القدس بود که اون میتونست با خدا در تماس باشه. و وقتی که مرد از اون باغ عدن که مأموریت داشت محافظت باید میکرد، خوب محافظت نکرد و اجازه دادیم ماری که مال سر صحرا بود وارد باغ بشه، زن رو که تنهاش گذاشته بود فریب داد. قابل توجه مردا، زن رو تنها گذاشته بود، توی تنهایی بود که اون زن خلای رو دید که با مار گذاشت. کلام خداوند اعلام میکنه زن و مرد یک شدن، با هم باشن. حتما موقعیت کاری زمانی هستش که زن و مرد نمیتونن با هم باشن، ولی نباید این بهانه رو ما مدام بدیم به دست روزگار که از همسران خودمون نیز دور باشیم. و میدونیم که اکثر طلاقایی که این روزها میشه به خاطر همین دلایل هستش که متاسفانه در این دنیای گناه آلود یک شرایطی رو ایجاد میکنه که این طلاقها انجام بشه. در مزمور 97 10 الی 12 تفسیریشو براتون میخونم که اعلام میکنه خداوند آنانی را که از بدی متنفرند دوست دارد. نمیگه از کسایی که بدی نمیکنن، از بدی متنفرند. اگر میخواییم در رنج نباشیم، اجازه بدیم بدی ها جایگاهی داشته باشه که در وجود ما اگر تنفری میخواد باشه نسبت به کسا افراد، نسبت به هیچ کسی تنفر نداشته باش، نسبت به بدی کردن متنفر باش. وقتی از بدی متنفر هستی، هرگز توی جایگاهی قرار نمیگیری که دارن پشت یک انسانی غیبت میکنن، چون اونجا بدی هستش. نمیگی به من چه، خب بذار باشه. میدونیم کلام خداوند در کتاب امثال اعلام میکنه آنجایی که غیبت هست تو نمون، با مردان و زنانی که اهل غیبت هستن معاشرت نکن، پس اونجا نخواهی ایستاد. وقتی میبینی توی جایگاهی هستی که محل فساد هست، هر آن امکان داره لغزش بخوری، این تنفر در تو هستش، هرگز اونجا نخواهی ایستاد و بلند میشی برای سلامتی روحت، برای سلامتی جسمت از آنجا نیز تکان خواهی خورد. خداوند آنانی را که از بدی متنفرند دوست دارد. او عزیزان خود را حفظ می کند. او عزیزان خود کسایی هستند که به مسیح ایمان آوردند، کسایی که فرزندان خدا هستند، کسانی که اینک نه با خون گاو و گوسفند و بره خریده شده باشند، بلکه با خون یگانه پسرش عیسی مسیح خریده شدند. حفظ می کند و ایشان را از دست بدکاران می رهاند. نور بر نیکان می تابد و شادی بر پاک دلان. ای درستکاران، به سبب آنچه که خداوند انجام داده است شادی کنید. آری، کارهای خداوند مقدس را به یاد آرید و او را سپاس گویید. چرا که در روحیه شکرگزاری هستش که ما اجازه نخواهیم داد که رنج و غصه وجود ما رو نیز بگیره، بلکه برای آنچه را که حقیقتا میدونیم
آفریده شدیم عمل خواهیم کرد. بریم با هم دیگه از انجیل لوقا 4:18 نیز بشنویم. انجیل لوقا 4:18. روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مس کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکست دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم. آمین. عیسی مسیح به خاطر همین ها اومد که بتونه ضعف تو رو که باعث شیطان بوده، غم تو رو، نگرانی های تو رو، اسارت تو رو، رنج های تو رو ازت بگیره. مشروط بر این که بپذیریم، مشروط بر این که همان گونه که کلام خدا اعلام میکنه مسیح امید تمام ملت هاست، نه این که بپذیریم بگیم خب حالا قبول کردیم. خیر، یعنی روش فوکوس کنیم، تحقیق کنیم، حقیقت رو نیز خواهان باشیم تا به اون برسیم. اندیشمندی اعلام میکنه به راستی امید است که دل بی آرام انسان را به آرامگاه آسایش هدایت میکند. و مسیح که امید دلهای ماست، اگر در وجود ما باشه که هست به توسط روح القدس، میتونه این قوت رو نیز به ما بده. در غیر این صورت باز محلی خواهیم شد که خودمون رو سرزنش میکنیم نسبت به آنچه که در اطرافمون پیش اومده و باعث زجر و رنج ما هست که باز از ماست که بر ماست. عطار میگه گم شدم در خود نمیدانم کجا پیدا شدم. میدونم به این دنیا اومدم، هزار نفر من عقاید گفتم، هر کسی یه چیزی من میگه، یکی میگه حقیقت اینه، یکی میگه حقیقت اینه، اما آنچه را که عیسی مسیح به فرزندان خودش داد نه فقط پند و نیک بود، بلکه روح خودش رو داد تا به توسط روح القدس باشه که بتونن جواب سوالات زندگیشون رو داشته باشن برای زندگی سالم. پس اعلام میکنه گم شدم در خود نمیدانم کجا پیدا شدم، شب نمی بودم ز دریا، غرق در دریا شدم. وقتی که اجازه بدیم سوال زندگی ما در حضور خداوند باشه، مطمئناً این روح القدس هست که جواب ما رو میده. اما بریم با هم دیگه نامه رومیان 8:14-32 رو بشنویم. همون گونه که میدونیم این نامه رو پولس رسول مینویسه در سال 55 میلادی. بله لطفا. زیرا همه کسانی که از روح خدا هدایت میشوند ایشان پسر خدایند. آمین. از آن رو که روح بندگی را نیافته ای تا باز ترسان شوید، بلکه روح پسرخواندگی را یافته اید که آمین. با آن ابا یعنی ای پدر ندا میکنه. ببخشید من شما رو قطع میکنم، عذر میخوام. چرا اینو میگه؟ چون تمام انسان ها روح حیات رو دارن مثل موجودات دیگه، اما این انسان هست گذشته از این که روح انسان رو داره، اگر به مسیح ایمان بیاورد، همون روحی که در باغ عدن آدم و حوا از دست دادن، این روح رو خواهند داشت و اون روح القدس هست و این روح مقدس خداست که ما رو به فرزندی خدا نیز وصل میکنه، که ما فرزندان خدا هستیم و کلام خدا میگه ما فرزندان نور هستیم، یعنی به شباهت اون نیز میتونیم عمل کنیم. بله همان روح به روحهای ما شهادت میدهد که فرزندان خدا هستیم. آمین. و هرگاه فرزندانیم وارثان هم هستیم. آمین. یعنی ورثه خدا و هم ارث با مسیح، اگر شریک مصیبت‌های او هستیم تا در جلال وی نیز شریک باشیم. آمین. چرا که کلام خداوند اعلام میکنه و روح القدس تایید کرد بر ما که عیسی مسیح به خاطر گناهان ما روی صلیب رفت و مرد و پس از 3 روز نیز قیام کرد. به این ایمان داریم؟ آمین. پس اگر ایمان داریم، اینک ایمان ما باید به عمل تبدیل بشه. شخصی متوجه میشه توی دریای طوفانی جوانی داره میمیره، غرق میشه و بلافاصله میپره توی دریای طوفانی و این شخص رو نجات میده. وقتی این جوان رو نجات میده، این جوان میگه که آخه من چه کار کنم که تو این همه من رو محبت کردی، جون من رو به من برگردونی، من چگونه میتونم این رو تلافی کنم؟ میگه فقط طوری زندگی کن که ارزش نجات دادن رو داشته باشیم. امروز که ما به توسط عیسی مسیح نجات پیدا کردیم،
طوری باید زندگی کنیم که این ارزش رو داشته باشیم، چون دیگه ما فرزندان خدا هستیم نه بنده. بله بفرمایید. زیرا یقین می‌دانیم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است، زیرا که انتظار خلقت منتظر ظهور پسران خدا می باشد. زیرا خلقت مطیع بطالت شد، نه به اراده خود بلکه به خاطر او که آن را مطیع گردانید. بله، کلام خداوند اعلام میکنه که خداوند انسان را راست آفرید، اما این انسان بود که اختراعات بیهوده کرد، این انسان بود که به طریق خودش عمل کرد تا بتونه رفع مشکلاتش رو خودش جواب بده. از انسانهای دیگه پرسید که چگونه عمل کنه، نزد خدا نرفت برای رفع سوالاتش. امروز خدا بر روی زمین آمده و جسم انسان بر تن کرده تا از اون سوال بشه. به طور واضح چقدر بیشتر که امروز روح القدس به ما داده شده و ما میتونیم با کلام خدا آنچه را که از روح القدس میشنویم اون رو مطابق کنیم. آیا میتونه این درست باشه و یا نه؟ یک مثال لاتینی اعلام میکنه: اگر گلابی میخواهی آن را روی درخت گلابی جستجو کن و نه روی درخت نارون. اگر امروز دنبال سلامتی هستیم، آرامش هستیم، قوت هستیم، چون در حضور خدا کمال خوشی هاست، اون رو باید از او بخواییم. بله بفرمایید. در امید که خود خلقت نیز از قید فساد خلاصی خواهد یافت تا در آزادی جلال فرزندان خدا شریک شود. زیرا می دانیم که تمام خلقت تا الان با هم در آه کشیدن و درد می باشند. بله داریم می بینیم دنیا در چه شرایطی هستش. حالا آمار این کشتارها رو چند سال دیگه ما خواهیم داشت. اونقدر کشتارها داره میشه، اونقدر قومها دارن همدیگر آزار می دن، همدیگر دارن میکشن، چه خود آزاری چه دیگر آزاری دارن میکنن، که امروز این آمار دقیق نمیتونه برای ما باشه که خیلیاش پنهان هست، ولی در آینده نیز این آمار خواهد آمد که دنیا در شرایطی هستش که مثل یک درد زایمان هست. زنی که از درد داره فرزندی رو به دنیا میاره، و اگر در همین شرایط مثل خواهر عزیزم که به دنبال سوالاتش هست، به دنبال حقیقت باشی، مسیح گفت حقیقت رو یافت خواهی کرد و حقیقت تو را آزاد خواهد کرد. بله بفرمایید. و نه این فقط، بلکه ما نیز که نوبر روح را یافته ایم در خود آه می کشیم، در انتظار پسرخواندگی یعنی خلاصی جسم خود، زیرا که به امید نجات یافتیم. آمین. لکن چون امید دیده شد دیگر امید نیست، زیرا آنچه کسی بیند چرا دیگر در آن امید باشد؟ اما اگر امید چیزی را داریم که نمی بینیم، با صبر انتظار آن را می کشیم. و همچنین روح نیز ضعف ما را مدد می کند. یعنی کاملا روح القدس می دونه چرا ما در ناراحتی و نگرانی و زجر هستیم، و اون هستش که قوت ما میشه. این رو می دونیم که ما وقتی صحبت از رنج و زجر میکنیم، دو تا رنج رو داریم صحبت میکنیم. رنجی رو که روی زمین هستش به خاطر افکار خودمون هست، مشکلاتی که خودمون باعث شدیم، و رنجی رو که ما که فرزندان خدا هستیم به خاطر اینکه نام خدا رو جلال بدیم توی زندگیمون، به خاطر اینکه میخوایم بشارت بدیم، انجیل عیسی مسیح رو به دیگران برسونیم، نیز این صلیب با ما هستش. اما وقتی این صلیب بر دوش ما قرار میگیره، باز معنای دو نوع صلیب هست. صلیبی که باید باعث بشه در وجود من امیال کهنه من، عادتهای من برداشته بشه، به آنچه که باعث رنج زندگی گذشته من شده و من رو به فساد کشیده، دیگه به اونها بگم نه. و صلیب دیگر صلیبی هستش که دنیا باعث عذاب ما خواهد شد، چرا که میخواییم در راستی باشیم، چرا که وقتی میگیم عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده هستش، به ما به نوع دیگه ای نگاه میکنن، جوابهای علمی میخوان ما رو نیز محزون و ناامید کنن، چرا که حقیقت رو به توسط روح القدس کشف نکردن و به نوعی ما رو مسخره میکنن. بله، زیرا که آنچه دعا کنیم به طوری که میباید نمیدانیم، لکن خود روح برای ما شفاعت میکند به ناله هایی که نمیشود بیان کرد، و او که تفحص کننده دل هاست فکر روح را میداند، زیرا که او برای مقدسین بر حسب اراده خدا شفاعت میکند.
و می دانیم که به جبهه آنانی که خدا را دوست می دارن و به حسب اراده او خوانده شدن، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می باشند. زیرا آنانی را که از قبل شناخت ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا او را نخست زاده از برادران بسیار باشد. مرسی، خیلی ممنون، مرسی. چون وقت نیست، میتونیم برای کلام خداوند دست بزنیم.